آچه جالب الان دیدم اون بالا LCD هم فکر کنم داره. سلام به همه همراهان عزیز هر کجای این کره پهناور که بیننده ویدیو ما هستی. سلام میکنم به شما دوستان عزیز، خیلی خوشحالم با یه برنامه دیگه اومدیم پیشتون. توی این برنامه قراره جدیدترین چهارراهی که در کشور افغانستان افتتاح شده رو با هم دیگه بررسی کنیم. همین چند ساعت قبل خیلی داغ این خبر، یه چهارراهی در سرای شمالی افتتاح شده که بسیار بسیار زیباست و یه مقدار هم حتی شبیه برج آزادی تهران حتی واقعا. با هم دیگه قراره بریم ببینیم، بررسیش کنیم، ریاکشن داشته باشیم به این افتتاحیه بسیار باشکوه. قبلش کامنت شما عزیزان رو خونم که دوست عزیزی انور میرزاد برای ما نوشته: سلام به روح ماه دوتاتون، من یک افغانستانی هستم مقیم هلند، من دستای مادرتون رو میبوسم که خیلی مهربان هستن. خیلی 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 ممنون از محبت شما، واقعا خیلی خوشحالیم که انسان‌های مهربونی مثل شما بیننده برنامه اون هستن. بله، امیدوارم که هر کجای این دنیا هستید که فرمودین در هلند هستین سلامت باشید، سایه مادرتون بالا سرتون باشه و با عشق ویدیوهای ما رو ببینید، چون واقعا با عشق داریم این ویدیوها رو براتون تهیه می‌کنیم. لینک ویدیو اصلی رو تو داخل دیسکریپشن قرار دادم، از کانال اصلی هم تماشا کنید و حتما حمایتشون کنید. شروع می‌کنیم ریاکشن رو. جست دیگه ملت استیل فکر میکنم و شاروالی کابل اونجا نوشته: نکته ای که راجع به این چهارراهی‌ها و این بناهای جدیدی که داره ساخته میشه راجع به افغانستان برام جالبه، یک بارم گفتم، این که افراد خصوصی یا شرکت‌های خصوصی بیشتر سرمایه این بناها رو بناها رو هزینه میکنن، حالا با شاروالی کابل همراهی میکنن و به این نتیجه میرسه. به نظرم کار خیلی خوبیه. آره، سرمایه گذاری مردم یا بانک‌ها اینا استفاده میکنن. افتتاح شدهش رو داره میبینیم. یه چند تا پروژه هم در دست احداث داشتن، در دست افتتاح داشتن که اونا رو به این زیبایی ندیدیم، ولی وقتی کامل میشه، آب در جریان و فواره و این هست، خیلی زیباتر هم میشه. خیلی مساحتش هم بزرگه. آره، فکر کنم نزدیک 800-900 متر احتمالاً کم کم باشه. شبیه سر میدونای ایرانه که حالت دایره ای. آره، بزرگه. هموطنان و همشهریای عزیز کابل، همکارای عزیز رسانه ها، مسئولین امارت اسلامی که امروز در افتتاح یکی از چهارراهی های بزرگ تشریف آوردین، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سرای شمالی فعلا ما شما موقعیت داریم، تقریبا 700 متر مربع گلدان قبلا توسط دستفروشان غصب گردیده بود. هرگز کسی تصور نمیکرد که در اینجا یک پارک بزرگی وجود داره یا یک چوک چهارراهی بزرگی وجود داره. الحمدلله که نظر به هدایت رهبری شاروالی کابل و اجراعاتی که از طرف مسئولین ناحیه چهارم شهر کابل خصوصا رئیس اجرا شد، منطقه از دستفروشان و غاصبین پاک گردید. بعداً نظر به هدایت رهبری شاروالی کابل، ریاست امور کلتوری الحمدلله که توانست یک نماد خوب زیبا مقبول، ساحات سبز، فوارهای آب در این ساحه در نظر بگیره. البته اینکه حالا دستفروشان در اینجا بودن جمع‌آوری شدن خیلی خوبه. اینکه به نظر من دستفروشا باید یک مکان معینی داشته باشن، نه بدن یک محل خاصی. آره، یک محل خاصی به نظرم براشون باید تهیه بشه که چون اونا هم به هر راه زندگیشون کسب درآمدشون از این راه دیگه از راه دستفروشی کردن. اینا رو ساماندهی میکنن، یه مکانایی بهشون اختصاص میدن. آره، غرفه غرفه، مکانهای غرفه غرفه. آره، غرفه غرفه که اونجا حالت بازار روز میشه، میرن مثلا اونجا کارشون انجام. آره، خیلی خوبه که هم اونها بتونن کسب درآمد کنن، همین که این مکانهای شهری که الان در سرای شمالی هست به این زیبا یک بنای زیبا ساخته شده.
و ما در این راستا تشکر میکنیم از فابریکه صنعتی کشور عزیز ما، مسئولین ملت ستیل که مصارف از این پروژه را اونا بر عهده گرفت و آمادگی گرفت که در زیبایی شهر با شاروالی کابل استاد هستند و از این برنامه ها حمایت میکنند. تقریبا مبلغ 30 میلیون افغانی در اینجا از طرف ملت ستیل به مصرف رسیده. 30 میلیون افغانی از طرف ملت ستیل داده شده تا این بنا ساخته بشه. به نظر من یک رابطه برد برده. وقتی یک کمپانی، یک شخص یا حالا میاد اسپانسر یه جا میشه که اون هزینه هاشو میپردازه که اون بنا ساخته بشه، یه جوری اسم خودش اول از همه اونجا میمونه. یعنی الان ملت استیل ما داریم اینجا میبینیم، یه جوری خاطره یادگاری از خودش گذاشته. آره دیگه، علاوه بر این یادگاری نفع هم داره براشون، یه جوری تبلیغ براشون دیگه. از اون طرف هم شهر زیبا میشه و به نفع مردمه. آره. این خیلی مهمه به نظرم. یک بار دیگر ما از اونها تشکر میکنیم. برنامه زیبایی های شهر کابل همچنان ادامه داره. انشاءالله العزیز هر آنجای شهر کابل که نیاز به آبادی و زیبایی داشته باشه از طرف شاروالی کابل تحت پلان است و در نزدیکی ها انشاءالله العزیز که شهر کابل شهر زیبا و مقبول می باشه. چهارراهی سرای شمالی هم افتتاح شد، الان داریم مراسمش رو میبینیم. حرفایی هم که زدن درسته دیگه، چون ما خیلی چهارراهی متنوع دیدیم در کابل داره افتتاح میشه. منار بهرامشاه رو دیدیم، 24-5 تا انگار گفتن. آره خیلی تعدادشون بالاست. این چند وقته منار بهرامشاه رو دیدیم. آره. دیگه یه دونه سیب دیدیم، میدان سیب بردک دیدیم که حالا یه مقدار خارج داره، ولی خب در کل بسیار بسیار در زیباسازی شهر کابل این چند وقتا شاروالی کوشش کرده. اینو ما واقعا به چشم دیدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خیر است، خیر است. افتتاحات آره. تو کشور افغانستان قشنگه دیگه. تو حالا ایران اکثرا یه نفر میره، آره یه نفر میره اونجا، یه رمان میبره یا بیل میزنه، ولی تو افغانستان مسئولین مختلف در کنار هم قرار میگیرن و با هم حالا اون رمانو قیچی میکنن. اتحاد همکاریه و اینکه احترام به هم گذاشتن رو مثلا نشون میده. آره. به طرف هم وہ اس خبر ہے میں خبر ہے خبر ہے این همون فوار قشنگ است دیگه. این صدای آب هر جا که به گوش برسه آدم عشق میکنه، حتی فواره باشه آرامش میده. بابا عجب جالب، الان دیدم اون بالا LCD هم فکر کنم داره، صفحه نمایشگر داره که میتونه حالا تصاویر مختلفی رو نشون بده. جالب این نهیده بوده. جناب مهندس بزرگوار که واقعا شب و روز به خاطر زیباسازی شهر کابل کار میکنن، ایمان لیاقت و شایستگی بسیار چیزا رو دارن، اما توفی برگ سبز توفی درویش به نمایندگی از ملت سیل و به نمایندگی از صنایع فولاد افغانستان ما این تفنه و یک دستار و شکل احترام به ایشان تقدیم میکنیم. سلامت باشیم. بخیر باشیم. بخیر باشیم. بخیر باشیم. Thank you.
بسیار زیاد تشکر مان زن سلامت باشید. خدا من همیشه مفق داشته باشه. خیر باشید. چه زیبا خوش رنگ هم هستش این کادر دیده دارم. یه حالت قدردانی و یه خسته نباشید بود دیگه. خسته نباشید هم خستگیش در میده. خستگیشو در میده بیشتر از این کارو انجام میدن. در مردو. بخیر باشید. خاطر آبادی و زیبا سوزی شهر کابل شما را خداوند قوت بده. معزز باشین. بسیار زیاد تشکر از حس وطن دوستیتان که در کنار شورولی استادگی کردین. مصارف گزافی که در این صورت گرفته ما هم به نوبه خود از ملت ستیل تشکر خاص میکنیم. نخواهد هم کارکنان ملت ستیل هستن اگر اشتباه نکنم که کمک کردم برای آبادی اینجا. میخواییم که در پهلوی تان یک شیر بخونم اگر اجازه بدید. بخونیم شیر جدید باشه، شیر سابقه نباشه. بر روی بوم زندگی هر چیز میخواهی بکش، زیبا و زشتش پای توست، تقدیر را باور نکن. تصویر اگر زیبا نبود نقاش خوبی نیستی، از نو دوباره رسم کن، تصویر را باور نکن. خالق تو را شاد آفرید، آزاد آزاد آفرید، پرواز کن تا آرزو، زنجیر را باور نکن. دو سید عجب چیزی، بیان قشنگی، فن بیانش کن تا تا آسمون زنجیر را کرده بود مثل بچه هایی که حفظ میکنه قشن میفهمید. آره چقدر بد، معنیش خیلی قشنگ بود، معنیش هم این بود. آره، که معنیش هم رب داشت. رها کن خودتو به قله برس، یعنی هر چقدر هم سعی میکنه سختی ها اینا مانع کارت بشه تو باید بدی تلاش کنی تا به قله برسی. بسیار جالب، فکر کنم خبرنگار هم بوده. آره، در کنار که خبرنگار بود، یه چیزی دستش بود، هی فکر کنم سوال می‌خواست بپرسه. بسیار پروژه بزرگ چهارراهی سرای شمالی که یه جوری شبیه برج آزادی تهران هم هست. آره LCD هم داره، کلی امکانات، ساحه سبز داره، آبشار داره، فواره، آبشار که نه فواره داره و میتونید از این محیط استفاده کنید و لذت ببرید. بسیار بسیار زیبا بود. مرسی از اینکه همراه ما بودید، این ویدیو رو تا انتها تماشا کردید. امیدوارم لذت برده باشید. حتما برام بنویسید اگر از کابل هستید ویدیو ما رو تماشا میکنید، اینجا رفتین، انقدر قشنگ و زیبا هست، استفاده کردین یا نه. دقیقاً نظرتون رو برام بنویسید، بیشتر با هم دیگه صحبت میکنیم. یادتون نره که ویدیو ما رو حتما لایک کنید، کانال ما رو هم سابسکرایب داشته باشید تا یه برنامه دیگه همین فردا شاد پر انرژی و صحتمند باشید. حالتون جور درجه یک. فعلا خدافظ. در پناه خدا باشید. We'll be right back.